اسلام یک ایدئولوژیست یک بسته اعتقادی است یک گفتمانه حالا در قالب نامی است به نام دین که سعی میکنه در دل اون اهداف ابزار جهان‌بینی‌ها، ها باید و نباید ها و بسیاری امور دیگر تبیین کنه ما اشاره کردیم علی شخصیتی است در درون این ایدئولوژی یعنی ایدئولوژی که اساس اون بر تمایز بین مسلمان و کافر و مشرکه یعنی یک رابطه ای رو این ایدئولوژی یا این دین به عنوان یک بسته فکری تبیین میکنه که شما اگر هر مشرکی رو دیدید باید دشمن بپنداری کمان که علی ابن ابی طالب هم قریش که خاندان و خانواده او بودن رو دشمن دانست و گردن زدن اونها رو در میدان نبرد جزء مفاخر خودش میدونه جزء افزایش ایمان خودش میدونه بارها در جنگ های بدر و احد و خندق و اینا ما دیدیم پس برای یک چنین انسانی عنوان مشرک فصل الخطابه نه اینکه او برادر منه او زنه او مرد او ایرانیه او اهل شامه نه اینا موضوعیت نداره یعنی ما نباید فکر کنیم که چون ایرانی هستیم علی ابن با ما خوب بوده با بقیه مشرکان که پسر هاش هستن می جنگه اونا رو میکشه اما با ما ایرانیان خیلی خوب بوده مهربون بوده خب این برخط هست اما جای پای رو من سعی میکنم از چند منبع ذکر کنم ولی قبل از اون نیاز به تبعین یک مفهومی داریم که این معلفه و مفهوم بسیار مدرنه اما یه ویژگی هایی داره که شاید برای ما روشن کنه اصل داستان چیست یک واجیست به نام امپریالیست که خب گروه چپ گرفته تا اسلامی زیاد از این استفاده میکردن یعنی یک نگاه فکری عملی که خارج از حدود مرزهای خودش دست اندازی و تسخیر سرزمین های دیگر رو مجاز میدونه و از انسان و منابع غیر انسانی مثل منابع طبیعی یا هر چیز دیگر به نفع خودش استفاده بکنه به این میگن امپریالیسم مثلا امریکا امپریالیسته چرا؟ چون میره به سرزمین های دیگر به مردم حمله میکنه اون کشور رو تصاحب میکنه که منابع انسانی و مالی در اختیار خودش قرار بگیره منابع طبیعی در اختیار خودش قرار بگیره تفکری بود که در قرن 19 هم و چمبرلین و دیگران آورده بودن المفهوم یعنی مفهوم امپریالیستی بودن و خیلی های دیگر هم استفاده کردن برای اینکه نشان بدن این گروه متجاوزه من غیر حق سعی میکنه وارد سرزمین دیگه بشه و از اون استفاده درسته واژه جدیدی است اما محتوایی که داره قابل تطبیق با برخی از بسته های فکری شما امپریالیستی بودن رو در درون یهودیت کمتر میبینید چون اونا یک عقاید بسته هستند که فقط به قوم بنی اسرائیل مربوطه نمیگه ما بریم دیگران رو هم یهودی بکنیم یعنی یک دین تبشیری نیست اگر هم میخواد سرزمینی رو بگیره معتقده که این سرزمین آب اجدادی ما بوده دیگران از دست ما گرفتن و ما حالا میخوایم بگیریم حالا زیاده روی ها که صد درصد میکنن در این داستانهای فلسطین و جاهای دیگه هم بخشش فلسطینی ها مقصرن هم بخشش اسرائیلی مقصرن اما اصلا بر سر یک عقیده است عقیده ای که به این نیست که سلطه ایجاد بکنه در جهان اما مسیحیت و اسلام این گونه هستن اینطور در اسلام مسئله خیلی حادتره به خاطر اینکه روش تسخیر سرزمین های دیگر در درون این ایدئولوژی به رسمیت شناخته شده و خود پیامبرش هم در عمل این کار رو صورت داده یعنی به سرزمین های متعددی حمله کرده برای اینکه اونها دعوت بشن به اسلام و اسلام رو بپذیرن حالا با زور یعنی علاوه بر اینکه دین تبشیری است مثل مسیحیت در کنارش به شکل عملی هم وارد فاز جهاد و جنگ شده یعنی یک دولت اسلامی در مدینه هست اما معتقده که ما نباید محدود در مدینه باشیم باید کل جهان رو تسخیر بکنیم تا همه به نور اسلام در بیان عقیده ما رو بپذیرن تو چند مستند نشان بدیم ببینیم آیا سخن سلیمانی گذافه هست یا نه نشانی از حقیقت دروسی اولین نشانه آیه 39 سوره انفاله جایی که اشاره میشه که با کافران بجنگید تا دیگر فتنه ای نماند و دین یکسره یک سر دین خدا گردد یعنی دستور میده در اون ایدئولوژی یا اون بسته فکری که شما باید با کافران بجنگید تا بر روی زمین دیگه فتنه یا همون کفر و شرکی باقی نمونه و دین یک سره از آن خدا بشه بخونیم یک چند کتاب تفسیری رو تا تبیین بشه این مسئله برای ما ابوالفتوح رازی در کتاب روز و جنان داره اشاره میکنه زیل این آیه تفسیر میکنه گفت منظورش آیه قرآنه و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه تا آنگه که فتنه ای نماند و فتنه نباشه یعنی کفر و فتنه در این آیت کفر است پس معنی آیت آن است که کارزار کنید چندان که کفر چنان زلیل و مهین شود که سبب فتنه نباشد و یکونه دینو کله لله یعنی تا خلقان همه خدای را فرمان بردار باشند جلد نهم صفحه 115 و 16. پس میبینید ابو رازی از مفسران شیعی اشاره میکنه که قرآن دستور داده که ما بریم سلطه ایجاد بکنیم برای اینکه هر عقیده دیگری به غیر از اسلام از بین بره مسیحیت و یهودیت استثناء شدن که جزیه بدن سابعین و دیگران اما کفر باید از بین بره یعنی سلطه ایجاد بکنیم در همه مناطق جهان علامه تبا تبایی در تفسیر المیزان خودش میگه نقلش از مجموع بیان تبرسی است یعنی دو تا عالم بزرگ شیعی زراره و غیر او از ابی عبدالله جعفر صادق روایت کردند که فرمود هنوز تعویل این آیه تحقق نیافته وقتی قائم ما قیام نماید آنهایی که او را درک می کنند خیلی زود تعویل این آیه را خواهند دید و البته دین محمد صلی الله به مرحله خواهد رسید که شبی برسد و مشرکی بر روی زمین باقی نماند یعنی ایشون میگه که شما فکر نکنید این آیات مربوط به زمان محمده ها درست پیامبر اسلام سال دهم هجرت فوت کرد اما این آیه که نباید معطل بمونه باید شبی برسه مشرکی نمونه و این کار کی انجام میده قائم ما یعنی ایشون معتقده برای شیعیان هم همینن دیگه منتظر یه آقای هستن از سردابه سامرا رفته بیرون بیاد هدفش کار امپریالیستی است یعنی سلطه بر همه کفار و مشرکان و جاهای دیگه که یه حتی یه شب مشرکی وجود نداشته باشه ببینید چقدر این اندیشه ها خطرناکه یعنی ما وقتی امروز به روحانی یا آخون میگیم امپریالیسم بده است میگه بله خیلی بده است دلیلی نداره که امریکا لیبرالیسم رو در دنیا منتشر میکنه دلیلی نداره که کشورهای غربی حالا امپریالیسم مختلف از نظر اینا امپریالیسم فرهنگی داریم اقتصادی داریم سیاسی داریم اینا معتقد ایالات متحده میخواد این لیبرالیسم رو به همه جهان منتشر بکنه چرا باید این کارو بکنه چرا باید بره در جای دیگه دموکراسی بیاره شما به چه دلیل به عراق کردی که دموکراسی بیاری به چه دلیل به افغانستان حمله کردی این اصل ادعای دیگه حالا اینا رو در همون موزه قرار بدید بگید بله فرمای شما کاملا درسته هیچ کس حق نداره با زور نظامی بره جای دیگری به مردم بگه آقا تن میدی به ایدولوژی من یا نه اگه تن نداد این کشور تصویر بکنی مردم رو به این قیاد در بیارید دفتشون رو ببرید بله کار بدیست خب حالا آقای حجت الاسلام آقای آیت الله مگه اسلام شما چیز غیر از این گفته حالا نامش امپریالیست نیست اما محتواش کیه تمام معتقدید اسلام باید منتشر بشه در سراسر جهان باید برای جهاد کرد آدم کشت شبی باقی نمونه که یک کافر وجود داشته باشه این حرف فرمو فرمایش شماست و چه فرقی میان شما با امپریالیست میکنه اینکه در درون این ایدئولوژی خصومت و جنگ نهادینه شده با همه جهان حاصل همین تفکرات خب بریم ببینیم آقای رسید رو روح الله خمینی چه گفته در مورد همین آیه قرآن میفرماید قاتلوهم حتی لا تکون فتنه همون آیه 39 انفال همه بشر را دعوت می کند به مقالطه ببخشید مقاتله برای رفع فتنه یعنی بریم قتل انجام بدیم جنگ بکنیم برای اینکه فتنه بریم یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم باید کسانی که تبعیت از قرآن می کنند در نظر داشته باشند که باید تا آنجایی که قدرت دارند ادامه به نوردشان بدهند تا اینکه فتنه از عالم برداشته شود خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است تا آخر نظر دارد یعنی مخصوصی اینه که تا قیامت باید این دستور تو گوش ما باشه در باور ما باشه در رفتار ما باشه فقط مربوط به زمان محمد و زمان علی و اینا نیست دیدید روایت دیگر هم تاییدش میکنه میگه تا زمان قیام قائم ما تازه تحویل میشه این آیه یعنی نمود بیرونی پیدا میکنه تا آخر نظر دارد میگوید که جنگ تا رفع فتنه قایت رفع فتنه است یعنی اگر ما پیروز هم بشویم یک کمی فتنه را کم کرده ایم اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویم باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است پس شما فرض کنیم که ما عراق رو گرفتیم اما اینجا بس نمی کنیم میریم قدس اسرائیل هم باید بگیریم حالا اسرائیل رو گرفتیم تمام نشده اینا فتنه هنوز هست باید بریم در اروپا اروپا رو هم بگیریم اروپا رو هم گرفتیم باید بریم امریکا رو بگیریم چون همه جا فتنه هست ما باید بریم شما امپریالیستی تر از این تفکر بعید میدونم در جایی حتی من نشنیدم و نخواندم وجود داشته باشه ایدئولوژی معتقد باشه کل زمین رو تسخیر خواهم کرد با زور و سرنیزه و فشار اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویم باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است اگر همه دنیا را هم ما فرض کنیم که جنگ بکنیم و پیروز بشویم باز همه دنیای اصر خودمان را پیروزی درست کردیم و قرآن این را نمیگوید قرآن میگوید جنگ تا رفع فتنه باید رفع فتنه از عالم بشود بنابراین غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته از جنگ جنگ تا پیروزی این که میدادن جنگ جنگ تا پیروزی نه همه مبانی قرآنی داره تازه خمینی میگه شما فقط فکر نکنید که ما اگر امروز همه جهان رو گرفتیم تمام نه این چونان باید نظارت باشه که دوباره فتنه سر بر نیاره یعنی استیلای امپریالیستی خودمون رو همونجا حفظ بکنیم مثلا اینطوری نیست که بگید ایالات متحده آمده در افغانستان فرض بگیریم جنگ کرده طالبان رو بیرون بکنه القاعده رو شکست بده بعد یه حکومت دموکراتیک ایجاد بکنه بگه آقا من رفتم در عراق صدام حسین رو بندازه یه حکومت دموکراتیک بیاره بعد بگه من رفتم خمینی میگه ما به این قانه نیستیم ما بلکه باید اونجا بمونیم چون ممکنه فتنه در زمان دیگری دوباره به وجود بیاد در همونجا پس این سلطه ای اسلام یا این نگاه امپریالیستی که خمینی داره و البته از قرآن آمده دائمی است باید حاضر باشه ناظر باشه و اون جامعه رو تحت انقیاد خودش در بیاره بالاتر از این را گفته اسلام هم گفته است و بالاتر از این را گفته است و رحمت است این نه اینکه نقمتی بر مردم است میگه این عقوبت نیستا دیدید خمینی وقتی کسانی رو اعدام میکردن میگفت این تازه رحمت بر اوناست چون با گناهان کمتری میرن به پیشگاه حضرت باری تعالی مثلا سلیمانی ده سال حالا جنایت کرده او رو الان بکشیم بهتر از اینه که سی سال جنایت بکنه از منظر اسلامی دارم ارز میکنم چون اون سی سال بار گناهشو بیشتر میکنه برای همین اینا وقتی کودکان رو میکشتن نوجوانان رو میکشن برای اینا بد نیست لازم میگن ما داریم لطف میکنیم اگه این دختر مجاهد اگه این دختر کمونیست اگه این دختر سلطنت طلبی که ما از رژیم گذشته به غنیمت گرفتیم اینها رو به جای 20 سال 40 سال زندگی بکنن گناهانشون دو برابر میشه با این اگه همین الان اینا رو بکشیم یه رحمتی هم به اینا آوردیم چقدر ذهن این افراد فاسده که کشتن افراد و حتی تازه رحمت هم میدونن برای اونها یک رحمتی است بر تمام بشر که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است یعنی جنگ برای اینا رحمته دیدید دیگه مگر این خمینی نمیگفت جنگ نعمت است خب. من دیگه این صحبت خمینی هم تمام کنم مقصود بر سر اینه که شما این اندیشه ها رو در درون قرآن میبینید که در آیه 39 سوره انفال آمده اما فقط همین آیه نیست شما آیه پنج سوره توبه که میدانید سوره توبه یا براعت در آخرین سالهای زندگی پیامبر نازل شده که اون بحث براعت از مشرکین و اجازه دادن به اینکه شما فقط چهار ماه بگردید وگرنه ما با شما خواهیم جنگید. معید این است که اگر کسی به اسلام در نیاد خونش مالش زن و فرزندش بر او حرام هستند و او محدور و دمه میشه او رو کشت مگر اینکه شهادت این بگه نماز روزه بخونه حدیث هم داریم عمر تو ان قاتل الناس عمر تو یعنی امر شده بر من محمد داره میگه ان قاتل الناس که با ناس یعنی مردم بجنگه تا اینکه یا شهادت این بگن یعنی اون ایدولوژی ما رو بپذیرن نماز و زکات که کارهای عملی است انجام بدن وگرنه من خون اونها رو میریزم هم در آیه پنج سوره توبه و آیات اولیه آمده مضمون شبیه به این هم در روایت معروف ان عمر تو ان ناس الناس که منابع شیعی و سنی این روایت رو ذکر کردن یعنی فتوای قتل مردم برای اینکه به عقیده من در بیاد و آیات دیگر که پیامبر اسلام رو رسول همه میدانه کافتل ناس میدانه میگه ما تو رو برگزیدیم برای همه مردم کافا یعنی کلیه کلیه مردم از هیتلر بگه من آمدم برای نجات بشریت چی داره؟ میگه این ایدولوژی نجات بخشه برای بست این ایدولوژی برای انتشار اون از دیرو نظامی هم استفاده میکنم میرم سرزمین ها رو میگیرم اونایی که مخالفان گردن میزنن زن و بچه شون هم به عنوان برده میگیرم خب چرا این رو کردم؟ وقتی میخوایم فهم کنیم چرا اسلام به سرزمین های دیگه تهاجمی رفتار کرده حرکت کرده برای اینکه باید فهم کنیم اینها قبلا تئوریزه شده در درون اون ایدولوژی که ما سربازان رهایی بخش هستیم میخوایم ایرانیان رو از تاغوت نجات بدیم تاغوت به معنی تاغی شدن بر خداست حسیان بر خدا حالا چه جنبه دینی چه جنبه سیاسی به همین دلیل خمینی میگفت نظام تاغوتی چرا چون پادشاه اون مملکت رو یک شخصی میدانست که از حکومت دینی بیرونه تقیان کرده بر علیه خدا بنابراین نظام تاغوتن احکام اسلام اجرا میشه روش روش اسلامی نیست از منظر اینها بنابراین باید رو انداخت همین تفکر در درون قرآن و سنت پیامبر اسلام به رسمیت شناخته شده